خب من چرا گفتم که مسئله سختیه؟ هیچ مسئله برای ما سخت نیست چون ما کامپیوتر بلدیم، برنامه نویسی بلدیم در واقع. ولی مسئله برای خیلی ها مسئله سختیه، چون مسئله شهودی حلش راحت نیست. مسئله ریاضی هم. فرض کنیم من یه اتاق دارم که توش چه میدونم 50 نفر آدمن، هر کدوم از این آدما $100 پول دارن. من میرم تو یه بشکن میزنم. وقتی من بشکن میزنم هر آدمی $1 به یه آدم رندوم میده. بشکن بعدی رو که میزنم هر آدمی $1 رو به یه آدم رندوم دیگه میده. دیگه نداشت. هر دفعه به یه رندوم میده. اوکی؟ من در واقع از این طریق دارم هی پول جابجا میکنم. بعد از یه مدت چی میشه؟ اگر کسی پولش تموم شده بود دیگه تو بازی نیست. پس من با هر بشکنم یه آدمی، در واقع هر کدوم از اون آدما، $1 رو رندوم به یه نفر دیگه که پول داره میدن. جواب شهودی ما و خب خیلی از ریاضیدان‌ها اینه که اتفاق خاصی نمیفته، چون که پولا داره هی رندوم به آدما داده میشه. درنچه تقریبا ثابت میمونه. ولی جواب واقعی این نیست. بذاریم با برنامه نویسی حلش کنیم. یه نوت بوک باز میکنم. بذاریم برم توی temp ipython notebook. متاسفانه من هدف یادم میره پایتون 3 رو رو نوتبوک هم فعال کنم، ولی دیگه اشکال نداره. نیو یه پایتون باز میکنم. خب ما اره ای داریم. اره ای ها چی بودن؟ یه اشارهگری به یه جایی از حافظه که یه کلمه چیز دیگه توشن، یا حالا لیستا. مثلا من میگم people مساویه یه اره ای. به هر کدوم، یعنی الان هر کدوم از آدمایی که اونجا بذارم یه، در واقع یکی از اون آدم ها رو میخوام نشون بدم. من میتونم بگم for i in range 0 تا 50 50 نفرن people append کن 100، به ته اون اره یه عدد 100 اضافه کن. آیا این کارم درست بود؟ بذار people رو اصلا ببینیم چیه. یادتون control enter رانش میکنه. خب 100 100 100 100 100 100 احتمالاً 50 خط 100 دارم. پس من عملا تونستم که یه اره درست کنم از این آدم ها. حالا اگه بخوام یکی از اینا به یکی از اینا پول بده چی میشه؟ به شکل اتفاقی باید یکیشون انتخاب کنم، در واقع از یک تا 50 یا 0 تا 49 به معنی برنامه نویسی تر، از این یکی کم کنم با اون یکی اضافه کنم. یعنی در واقع انتقال پول من اینجوریه. فرض کنین من پرسن 1 رو دارم نفر 40، پرسن 2 رو دارم نفر 32. بفرض اگر من بگم که پیپل پرسن 1 مساویه پیپل پرسن 1 منفی 1، از پولش یکی کم شده. کپی پیست کنم که راحت باشم. و در مقابل بگم پرسن 2 بنویسمش و بگم نفر دوم مساویه پول نفر دوم به علاوه 1. در واقع اون کاری که گفتم اتفاق افتاده دیگه. این دوتا عدد برای من نفر 40 به نفر 32 داره پول میده. از نفر 40 پرسن 1 یکی کم شده، به این یکی اضافه شده. $1 من از این گرفتم دادم به اون. فقط من برای نفر 40 که به نفر 32 پول میده حد زدم. من میتونم اینو بذارم توی یه دونه for. درسته؟ دفعه کاری که دارم میکنم میگم for i in range 0 تا 50 برای هر نفر 1 بار پرسن 2 مساویه با 40. 32 زده بودیم. در واقع نفر 32 انگار داره پولو میگیره. و اینو ببر جلو. یعنی من هر دفعه میگم که برای هر نفر، مثلا همه دارم به نفر 32 پول میدن. از پرسن 1. پس این باید پرسن 1 میبود. از پرسن 1 $1 کم کن. به پرسن 2 که خب 32 $1 اضافه کن. اگه اینو ران کنم چی میشه؟ و بگم که people رو تایپ کن. پول همه شد 99 به جز نفر 32 که از 49 نفر پول گرفته. پول خودش هم جابجا شده که معنی نداره. پس برنامه من درسته به شرط اینکه بتونم پرسن 2 رو درست کنم. بیا یه سرچ بکنم. random number in python. در واقع من خیلی وقت چیزی نمیدونم این کارو میکنم. یه سرچی میکنم. بعضیا میرن تو استک فلو اوور کپی پیست میکنن. من ترجیح میدم بیام توی در واقع سایت خود پایتون ببینم رندوم توش چه جوری کار میکنه. میگه من یه ماجولی دارم به اسم رندوم که میتونه کارهای مختلفی بکنه.
sits from current time or فلان. خیلی هم خوبه. آقا مثلا یه رند رنج داره که من میتونم این کارا رو بکنم. من توی پایتون وقتی از یه ماجول دارم استفاده میکنم باید ایمپورتش کنم. یعنی اینکه اینجا بنویسم، بذارین یه دونه ایمپورت رندوم اضافه کنم. در واقع من میگم میخوام از رندوم استفاده کنم و بعد میگم که رندوم. توی دنیای رندوم همیشه یه مفهومی به اسم سید داریم که الان هم دیدیمش اتفاقا، متن رو بخونین کامل توضیح داده. من همیشه باید سید کنم دیتام رندومم رو که از کجا رندوم بگیر. کامپیوتر خیلی براشون کار سختی عدد اتفاقی درست کنن. پس من میگم رندوم درست کردن رو فعال کن بر اساس هرچی من خواستم. ببینیم چی داره که به درد ما بخوره. get rand bits، get rand range، start و stop داره. return a random selected element from از start تا stop برابر اینه. بذاریم تستش کنیم. من میگم که print بخشید random seed کن. بذاریم 10 تا داره random نشون بدیم. for i in range 1-10 print کن random اسمش چی بود؟ rand range، rand ranges تا 4. اینجا میخوام برنامه هم تموم بشه، دانش اینجا میزنم return 0، برگردون 0 رو برنامه رو تموم کن. در واقع بقیهش الان ران نمیشه. اگر اینو ران کنم میبینین 2 1 3 0، پس خود 4 هم توش نبود. بزنم 2 ببینم چی میشه. 0 1 0 1 0، پس خودش هم توش نیست مثل همه کارهای پایتونی. پس من الان میتونم با این یه عدد درست کنم. درسته؟ رندومم رو سید میکنم. من قبلا پرسن 2 رو میذاشتم 32. میتونم بگم پرسن 2 مساویه 0 تا 50، یعنی برای هر آدمی از 0 تا 50 پرسن 2 رو انتخاب کن. کسی که پول میگیره بین 0 تا 50 عدد رندوم درست کن. میدونی که من ببخشید بعضا من خراب شده دیگه. میدونی که من وقتی میخوام برنامه رو دیباگ کنم پرینت زیاد میذارم، میگم پرسن 2 رو تایپ کن. حتی میتونم بگم پرسن 1 رو هم بزن، پرسن 1 و پرسن 2. هر دفعه که این کارو میکنی و پولاشونو کم و زیاد کن، آخرش پیپل رو بنویس. رانش کنم ببینم چی میشه. میگه 0 به 49 پول میده، 1 به 46 میده، 2 به 0 میده، 3 به 46 میده، 4 به 32 میده، 5 به 29 میده. در واقع رندوم است. و یه دور همه به همه پول دادن، بعدن پولا این شکلی شده. کاملا واضح داریم چیکار میکنیم دیگه. حالا من فقط یه بشکن زدم. اول اومدم یه اری درست کردم، لیست درست کردم، گفتم که از 0 تا 50 تو همش بنویس 100، درنچه 50 نفر نفری 100 دلار دارن. حالا 50 بار نفر اول به این بده، نفر دوم به این 50 باری که گفتم در واقع به ازای هر آدمی که تو لیست هست، چون پرسن 1 رو انتخاب میکنه دیگه، در واقع یه بار هر کی رو شمردم به یه آدم رندومی پول داده شده این. اگه من بخوام 200 بار این کار رو تکرار کنم بعد چیکار کنم؟ for بشکن این رنج 0 تا 100 مثلا 100 بار انتخاب کنم و بگم همه این اتفاقی که میفته رو بذارین تو. در واقع میبینید به ازای هر بار یه بشکن دارم که روند اینه. خروجی من حذف میکنم چون درست بود و رانش میکنم. میگه بعد از 200 بار اجرا شدن ما چنین چیزی داریم. اشکال این الان چیه؟ ما قرار بود که اگر کسی پولش تموم شد از بازی بره بیرون. ما اینو الان اینجا نداریم. در نتیجه اینجا میتونم آدم دوم رو که انتخاب کردم یه چکی بکنم. if من آدم دوم انتخاب کردم اینجا، میتونم بگم تا وقتی که پرسن دو پولش، در نتیجه توی لیست پیپل من پرسن دو مساوی صفره، همین کار رو تکرار کن. در واقع یعنی چی؟ من گفتم نفر دوم انتخاب کن، تا وقتی که اون نفر دومی که انتخاب کردی پولش صفره یه نفر دوم دیگه انتخاب کن. باحال بود. میتونم برای نفر اولم همین کار رو بکنم، بگم if آدما ببخشید نفر اول که انتخاب کرده بودی پولش مساوی صفر بود چی کار کن؟ بکنم اینو قبلا دیده بودیم. این لوپ رو
بیخیال شد. این دست بازی رو برو دوباره از سر فور. میتونستم اینجوری هم بکنم. بگم اگر پولش نامساوی صفره، چون می‌خواستم هیچ کدوم صفر نباشه، انقدر من می‌گردم تا یه نفر دوم پیدا کنم که پولش صفر نیست. ولی نفر اول شاید صفر باشه. پس اگر نفر اول پولش صفر نبود این کارو بکن. در واقع هر دو حالت رو الان جواب بدم. می‌بینیم شکل‌های مختلفی میشه برنامه نوشت. 100 بار که تکرار کنم به یه همچین عددایی میرسم. خیلی خوب قابل فهم نیست. بیاین یه کار خیلی عجیب بکنیم. How to plot Python bar. بار که به این نمودار ستونیا میگن. میگه که matplotlib رو اگر استفاده کنین که پایتون معتقده در دسترس شما نیست، یعنی گوگل چون هاستشه، بیاین. من در واقع یه مکانیزمی دارم توی بخش زیادی از برنامه‌نویسی که شما یاد میگیرین، بعد از اینجا شروع میکنین هی لایبری های خوب دیدن. مثلا matplotlib یه لایبری خیلی خوب پایتونیه برای کشیدن در واقع پلات، برای کشیدن پلات که میشد چیز دیگه. بذاریم بریم دور بعد، خیلی طولانی نکنیم ویدیو هامونو. میبینمتون.